سلام و خوشامدگویی میگم به همه شما میهمانان عزیز و سخنانان عزیزمون که امروز در کنار هم هستیم تا به مناسبت روز جهانی زن این مراسم رو در کنار هم دیگه برگزار کنیم. سازمان حق زن سال 1998 در کشور سوئد به ثبت رسید و البته چندین سال قبل، شاید 2 یا 3 سال قبلش هم فعالین مدافع حقوق زن فعالیت‌هایی رو انجام می‌دادن، فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای با نام کمیته دفاع از حقوق زنان رو انجام می‌دادن. این سازمان به عنوان یک سازمان سراسری هست که در چندین شهر در سوئد فعالیت داره و شعبه داره، از جمله مالمو، استکهلم، یوتبوری، هلسینگبوری و چندین شهر دیگه. فریده آرمان عزیز یکی از بنیانگذاران و فعالین این سازمان بود که متاسفانه چند سال پیش ایشون رو ما از دست دادیم، یادشون گرامی. سازمان حق زن در ابتدا در شهر گوتنبرگ سوئد تأسیس شد و شعبه اصلیش در گوتنبرگ سوئد بود، اما بعد به شهر مالمو تغییر مکان داد. سازمان حق زن فعالیت‌های بسیار گسترده و در واقع مؤثری رو داشته در این چند سالی که تأسیس شده از سال 1998، از جمله مبارزات و تلاش‌هایی کرد برای تغییر قوانین در پارلمان سوئد در رابطه با غیرقانونی اعلام کردن حقوق کودکان زیر 18 سال، ازدواج کودکان زیر 18 سال و یکی از مؤثرترین فشارهایی به پارلمان بود که این رو تبدیل به قانون بکنن. همینطور تلاش‌ها و فعالیت‌های بسیار زیادی انجام داد برای وضع قانون برای ممنوع کردن ختنه کودکان، دختران و پسران در سوئد. عمده ترین مبارزات رو که انجام داده در رابطه با حجاب کودک بوده و اصلا اجباری بودن حجاب در سوئد بوده و در حال حاضر فعالیت هایی که داره بیشتر مدافع حقوق زنانیه که مورد خشونت خانگی و جنسی قرار می گیرن و همینطور کودکانشون و زنانی که مراجعه میکنن به سازمان حق زن عمدتا زنانی هستن که از کشورهای اسلام زده و در واقع مرد سالار وارد کشور سوئد شدن. صحبت رو کوتاه میکنم. فعالیت های این سازمان خیلی فعالیت های زیادیه، شاید خودش خیلی طول بکشه، نمیخوام وقت این مراسم رو زیاد بگیرم و وقت رو به سخنرانان عزیزمون بدم. من ترتیب برنامه رو اعلام میکنم که اول سخنران عزیزمون هرمینه هرداد سخنرانمون هستن، دانش آموخته فلسفه سیاسی، مطالعات جهانی جنسیت، فمینیسم و حقوق بشر، عضو بخش مدیریت ونستر پارتی هستند هرمینه عزیز و کاندیدای دوره آتی نمایندگی پارلمان اروپا. بعد از اون فرشته زیایی صحبت خواهند کرد. فرشته زیایی شاعر، فعال حقوق زنان و در حال حاضر مدرس قانون و جامعه سوئد هستند. و همینطور سخنران آخر شیرین شمس از مسئولین و بنیانگذاران تشکیل تشکل انقلاب زنانه. از هرمینه عزیز میخوام که در رابطه با موضوعی که انتخاب کردن، زن، زندگی، آزادی از منظر بین المللی، با ما باشن و شروع کنن. مرسی هرمینه عزیز. وقتتون بخیر، عصرتون بخیر، مرسی که اومدین و در رابطه با روز زنان وقت گذاشتین و شرکت کردین توی این برنامه. خیلی اهمیت داره برای خودم و برای خیلی از ماهایی که به موضوع زن زندگی آزادی توجه میکنیم که خب این موضوع از لحاظ بین المللی اصلا از اول چه شکلی بوده و حالا در کجا ایستادیم، در جهان چجوری زن زندگی آزادی دیده میشه و چجوری باید ما
این موضوع رو جلو ببریم تا به هدفش که از اول داشته و این هدف توسعه هم پیدا کرده به چه صورت باید برسه. خود از شعار زن زندگی آزادی تو سال 2015 برای اولین بار توسط زنای مبارز کرد تو کردستان ترکیه در جنگ علیه داعش اولین بار به کار میره. خب جنگ علیه داعش ما رو یاد زنای کوبانی میندازه و مبارزه زنای کوبانی که مبارزه دو سویه بوده، هم مبارزه با داعش و اسلحه به دست گرفتن، در حالی که برای اولین بار بوده که زنها اسلحه به دست می گرفتن و می کشتن دشمنشون رو، و در عین حال مبارزه با مرد سالاری حاکم بر جامعه کردستان و اینکه خانواده ها از اونا می خواستن که بچه ها رو مواظبت کنن، سعی کنن در پشت جبهه ها باشن، اما اونا نمی خواستن که تو نقش همیشگی و قدیمی زنانه باقی بمونن، بلکه می خواستن که خودشون از خاک و منطقه خودشون دفاع بکنن. به خاطر همین خب خیلی گروه الهام بخشی شدن برای زنان و اصولا این زنان از سال 2012 تا کنون فعال هستند و اهمیتشون هم به خاطر عملیات نظامی بوده که در مقاطع مختلف و جنگ‌های مختلف توی منطقه سوریه انجام دادن. بعد از اون این شعار بار دیگه تو خاکسپاری ژینا توی قبرستان چی از دهن زنای کرد ایرانی دوباره شنیده شد و به سرعت در سراسر ایران پخش شد و زنها در حالی که روسریاشون رو تو بالای سرشون میچرخوندن و برای ما صحنه خیلی لذت بخش و انرژی بخشی دیدنش، اون موقع دوباره این شعار جون تازه‌ای به خودش گرفت و بعد یواش یواش توسط ایران و ایرانی های داخل ایران و خارج ایران تو جهان صداش بلند و بلندتر شد، صداش بلندتر از زمانی شد که اصلا به دنیا آمده. خب شعار زن زندگی آزادی بعد از اون تو تجمع زنان افغانستان هم شنیده شده، زمانی که زنان افغانستان برای حمایت از جنبش زن زندگی آزادی تظاهراتشون رو شروع کردن تو افغانستان هم این شعار رو سر دادن و خب وقتی بود که دیگه شعار زن زندگی آزادی تو روزنامه ها، تو پارلمان ها، تو همه جای جهان پخش می شد و شنیده می شد. حالا نظرات افراد مختلف رو میگم که راجع به این چطور بوده راجع به زن زندگی آزادی. عبدالله اوجالان که نظریه پرداز و تئوریسین مبارز کرده، شعار زن زندگی آزادی رو در حقیقت در تقابل با سگانه سکس، مرگ و بردهداری توصیفش میکنه. جامعه شناس های برجسته دیگه ای هم راجع به این صحبت کردن. مثلا گفتن که ریشه دارترین خواسته طبقه متوسط و کلن خواسته اصلی طبقه متوسط زن زندگی آزادیه. کس دیگه ای گفته که این شعار زن زندگی آزادی در حقیقت چالشگر ایدولوژی خشن مرد سالارانه و مرگافرین استبداد حاکم جمهوری اسلامیه. یکی دیگه گفته که نشانگر نفرت از خشونته. کس دیگه ای گفته که معرف چیزی عمومی و فراگیره که شامل همه اقشار و همه دیدگاه ها و خواستگاه های جامعه میشه. یکی دیگه گفته که این نقطه مقابل نظامه و نفر آخرم که من تونستم ازش تحقیق کنم گفته که مهمترین خاصیت زن زندگی آزادی مقلد نبودنش از فمینیسم غربیه و خودش حرف تازه‌ای رو برای گفتن داره و چیز تازه‌ای رو میگه. خب حالا ببینیم که دیدگاه های بیرونی، دیدگاه های بینون مللی چه شکلیه و از بیرون چجوری به ما نگاه میکنن و چجوری به انقلاب زن زندگی آزادی نگاه میکنن. خب اگه بخوایم بینون مللی تقسیم بکنیم، میتونیم بگیم که یه دیدگاه غربی وجود داره، یه دیدگاه خاورمیانه‌ای وجود داره، یه دیدگاهی از چین و روسیه وجود داره و دیدگاهی از کشورهایی مثل هند و مالزی و ژاپن و تایوان و کره و اون چهار تایگری که وجود دارن از لحاظ اقتصادی در آسیای جنوب شرقی. و خب این دیدگاه‌های غربی دیدگاهیه که اروپا و کانادا و استرالیا توش اشتراک نظر دارن، اما ایالات متحده اندکی دیدگاهش فرق میکنه نسبت به بقیه غربی‌ها. دیدگاه خاورمیانه باز دو دست است.
یعنی در خاورمیانه کشورهای قدرتمند و باثباتی مثل عربستان و امارات و اینها یه طور فکر میکنن و میبیننش جنبش زن زندگی آزادی رو، کشورهایی مثل عراق و سوریه و ترکیه و افغانستان جوری دیگه ای بهش نگاه میکنن. چین و روسیه از دیدگاه منافع مالی و منافع سیاسی خودش رو نگاه میکنن. هند و مالزی و بقیه کشورهای آسیا جنوب شرقی هم از دیدگاه اقتصادی بهش نگاه میکنن. خب حالا این دیدگاه ها چه تأثیری داره و واقعا این دیدگاه ها چه شکلیه؟ کشورهای غربی اروپایی و کانادا و استرالیا در حقیقت دیدگاهشون بیشتر به سمت حقوق بشر معطوفه و از لنز حقوق بشری بهش نگاه میکنن و فکر میکنن که خب به هر حال که باید طرف حقوق بشر رو بگیرن، اما معاملات و معادلات و مماشات هایی هم در این حال با جمهوری اسلامی دارن که منافع کوتاه مدتشون در گرو این مماشات ها و معاملاته، اما میتونه که اگر انقلاب زن زندگی آزادی به پیروزی برسه منافع بلند مدتی رو براشون تعمین بکنه. به خاطر همین این وسط بین این که کامل کامل از زن زندگی آزادی و جنبش ایرانی ها حمایت بکنن یا اینکه به روابط سیاسیشون برسن همیشه توی یه وضعیت علاکلنگی قرار دارن. اما ایالات متحده در حقیقت واقعیت مسئلهش با خودش معلومه، میدونه که یا باید با جمهوری اسلامی تقابل کامل بکنه یا اینکه فعلا نگه داره ببینه جمهوری اسلامی چه کار میخواد بکنه. برای ایالات متحده ایران یک بازار 80-85 میلیونیه که میتونه که هم ازش بهره برداری اقتصادی بکنه و هم میتونه که تو بازارش تجارت بزرگی بکنه. در نتیجه ممکنه که ایالات متحده کمی تکلیف روشنتر متمایل باشه بیشتر به سمت زن زندگی آزادی. البته بعدا دیدگاه های پست کلونیالیستی را میگم خدمتتون. دیدگاه کشورهای خاورمیانه در حقیقت هیچ کدومش خوب نیست. اصلا جنبه مثبتی براشون نداره. چه کشورهایی با ثباتی که تو خاورمیانه هستن میترسن اگر زن زندگی آزادی به پیروزی برسه زنان اونها هم بلند شن. کشورهایی که بدون ثباتن در خاورمیانه به علاوه اینکه میترسن که زنان اونها هم به دنبال یک همچین آزادی باشن، میترسن از اینکه ایران متلاشی بشه و اون متلاشی شدن ایران باعث بشه که منطقه از اینی هم که امروز هست بی ثبات تر بشه. چین و روسیه اصلا دلشون نمیخواد که زن زندگی آزادی به پیروزی برسه به دلیل اینکه منافع سیاسی و اقتصادیشون در جمهوری اسلامی مستطره و از بین میره. کشورهایی مثل هند و مالزی و ژاپن و تایوان و کره و سنگاپور که تقریبا کشورهایی هستند که بی تفاوتن نسبت به زن زندگی آزادی، اما چنانچه که از هر طرف بتونن تجارتهایی رو با ایران بکنن به اون سمت متمایل تر میشن. فعلا تحریما دست و پای همه اونا رو بسته و اگر چیزی هم اتفاق میفته خیلی محدوده از لحاظ اقتصادی. دیدگاه های دیگه ای که کلا در سراسر جهان وجود داره دو نوع دیدگاهه. یه دیدگاه مردمیه و یه دیدگاه حکومتی. خب دیدگاه مردمی برمیگرده به جامعه مدنی و مردم اون منطقه یا کشورها و دیدگاه بزرگترش و تاثیرگذارترش می پارلمانا. همون پارلمانا که زنا توش موهاشون رو کوتاه کردن، نماینده های پارلمان مختلف بودن. و دیدگاه دولتی و حکومتی برمیگرده به منافع حکومت ها، برمیگرده به ذریعه پسا استعماری و برمیگرده به ضررها و منافع بلند مدت و کوتاه مدت کشور. حالا که راجع به پست کلونیالیسم یا نظر پسا استعماری صحبت کردم، بهتر همینجا یک کوچولو توضیحش بدم که در حقیقت در پسا استعمار که از غرب میاد و دیدگاه غربی نسبت به کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه در جهان سوم، مسئله اصلی اینه که واقعا خیلی هم غرب دلش نمیخواسته و نمیخواد همین الان هم که کشورهایی در حال توسعه تبدیل بشن به کشورهای پیشرفته، به دلیل اینکه چنانچه تبدیل بشن به کشورهای پیشرفته منافع اقتصادی غرب تحت تاثیر قرار میگیره و اونها نه تنها دیگه بازار غرب نخواهند بود، بلکه خودشون میتونن از منابع و آنچه که در دست دارن بهترین نحو استفاده بکنن و شاید هم روزی توانایی و ظرفیتش رو داشته باشن که تبدیل بشن به ابرقدرت. به خاطر همین
هر جا که قراره که کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته برسن به حالتی که بتونن رو پای خودشون مستقل بایستن، غرب از نظریه پسا استعماری سعی میکنه که چوبلای چرخشون بذاره. خب پس اینجوری میبینیم که خیلی هم جنبش زن زندگی آزادی با وجود اینکه داره تو سراسر جهان جایزه صلح نوبل بهش داده میشه، راجبش صحبت میشه، اتفاقاتی میفته، اما واقعا خیلی هم در تکاپو جلو رفتن نیست و درسته که دیده میشه و شنیده میشه، اما خیلی بیشتر جنبه مردمی داره، خیلی بیشتر جنبه انسانی و حقوق بشری داره و از لحاظ سیاسی فقط تبدیل شده به یک اهرم فشار روی جمهوری اسلامی و چیزی نیست که جهان به ما ایرانیا بخواد کمک کنه تا بتونیم جمهوری اسلامی رو از جاش بکنیم. خب و ببینیم کیا نفع میبرن از جنبش زن زندگی آزادی، کیا ازش ضرر میکنن. کسایی که از جنبش زن زندگی آزادی نفع میبرن، اگه به صورت فردی نگاه کنیم، زنان و کودکان و جنسیت‌های مختلف و سالمندان و معلولین و البته مردانی که متوجه باشن که این جنبش چقدر براشون خوبه و فمینیسم چقدر براشون اهمیت داره و میتونه مثبت واقع بشه. گروه‌هایی هم که از جنبش زن زندگی آزادی نفع میبرن و منتفع میشن، فمینیست ها هستن، طرفدارای محیط زیست هستن، طرفدارای ایده های سوسیال دموکراسی و یا شاید هم لیبرال دموکراسی هم میتونه توی این گروه ها قرار بگیره. کدوم کشورها سود میبرن از جنبش زن زندگی آزادی؟ تقریبا هیچ کشوری. هیچ کشوری نیستش که واقعا سودش در پیروزی جنبش زن زندگی آزادی باشه. چه کسایی ازش آسیب میبینن؟ مردان مرد سالار به صورت فردی، سرمایه داری در جایگاه بهره کشی نه در جایگاه چرخش اقتصادی، اسلامگراها و متحجرهایی مثل حکومت طالبان و شاید عربستان و ترکیه میشه ازشون نام برد و کشورهایی که به هر حال نظریات پسا استعماری دارن. خب اما ما باید این وسط چیکار کنیم تا جنبش زن زندگی آزادی به پیروزی برسه، به هدف خودش برسه؟ ما که دیگه کمکی نداریم واقعا، اگه بخوایم با نگاه ریال پولیتیک نگاه بکنیم، واقع گرایانه نگاه بکنیم، وظیفه داریم که با تمام وجودمون مردم رو و نماینده های مردم رو توجهشون رو جلب بکنیم، به بیرون از ایران و به داخل ایران آگاهی بدیم. ما باید سازماندهی درست کنیم و بتونیم که داخل ایران رو برای اینکه از جمهوری اسلامی به هر ترتیبی و با هر شکلی عبور بکنه و در حقیقت جامعه جهانی رو مجبور بکنیم، همونطور که بارهای دیگه تو کشورهای دیگه امتحان شده، که بپذیرن که جمهوری اسلامی به هیچ وجه به نفعشون نیست. همین نفعها که گفتم که از دیدگاه های اقتصادی و هر دیدگاه دیگهی نگاه میکنن، باید بفهمونیم که به نفعشونه که مردم ایران در زن زندگی آزادی یا هر جنبش دیگهی که بعد از این به وجود بیاد اگر مردمی باشه پیروز بشن و بتونن تعامل درستی رو با جهان داشته باشن، بتونن خودشون به درستی زندگی بکنن و بتونن برای جهان هم منفعت بیشتری رو داشته باشن. به خاطر همین خب من فکر میکنم که خیلی مهمه صحبت‌ها و گفتگوها، خیلی مهمه نشست‌ها، خیلی مهمه همکاری‌ها، در این حال خیلی مهمه که جوری ارتباط داشته باشیم با جهان بیرون از خودمون، همون اندازه که لازمه که با جهان درون خودمون مرتب در تعامل باشیم، مرتب با خودمون صحبت بکنیم، مرتب پویا باشه این زن زندگی آزادی و اندیشه‌ها برامون، در این حال بتونیم که با جهان بیرون از خودمون هم در ارتباط باشیم و هدف خودمون رو بشناسیم و نذاریم که هیچ جوری اهداف ما تحت تأثیر قرار بگیره، تحت تأثیر اینکه چیزهایی رو به هدف ما اضافه بکنن که شبیه مرد میهن آبادی باشه، چیزهایی رو به ما تو باورمون بیارن که یه مقدار رگه های فاشیستی توش باشه و بتونیم
اون چیزی رو که میخوایم خودمون بفهمیم، خودمون اول باورش کنیم. زمانی که باورش کردیم، بعد میتونیم درش عمل کنیم و دیگران رو هم توی اون عمل خودمون سهیم کنیم. پیوسته بودن ما در مقوله مبارزه خیلی 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 اهمیت داره و اون پیوستگی ما میتونه که تمام زمان رو برای ما بخره و جایی بذاره برای اینکه ما همیشه در سطح خبرها، در رأس امور باشه موضوعمون و از یاد نره، موضوعات دیگه نیاد موضوع کشور ایران رو بپوشونه تو سطح خبرها. پویایی این شعار زن زندگی آزادی و این جنبش زن زندگی آزادی هم خیلی مهمه. باید مواظب باشیم که دوباره مثل ایدئولوژی هایی که از قبل بوده به حالتی ثابت و غیر قابل تغییر بیرون نیاد، یه چیزی نشه که نشه دوباره ساختش، نشه بهش چیزهای جدید اضافه کرد، تجربه های جدید اضافه کرد، فهم جدید اضافه کرد و یه چیزی نشه که خاک بخوره، بمونه، قدیمی بشه، عتیقه بشه، غیر قابل استفاده بشه. پس باید مثل یک موجود زنده، مثل یک مسئله زنده باهاش ارتباط ارگانیک انسانی برقرار کرد و هی و مدام ساختش و مدام ازش ایراداشو گرفت و پرورشش داد، توی راه درست ازش استفاده کرد و رشدش داد و باهاش تجربه های مختلفی رو انجام بدیم تا یه روزی به هر حال این زن زندگی آزادی و این پروژه بزرگ و این هدف والای ما به نتیجه برسه. خیلی ممنون. مرسی از هرمینه عزیز بابت سخنرانی جذاب و زیباشون. سخنران بعدیمون فرشته زیایی هستند که در رابطه با وضعیت حقوق زنان و وضعیت زنان در افغانستان برای ما صحبت خواهند کرد به مدت 20 دقیقه. مرسی فرشته عزیز. درود به همه دوستای عزیز، صدای ما خوب نه؟ امیدوار هستم که همتان خوب و شاد و سلامت باشین. ممنون از اینکه اشتراک کردین و ممنون از صحبتهای خوب هرمینه جان. صحبتهای ما در جاهای با صحبتهای از اونا گره میخوره بدون از اینکه ما صحبت کرده باشیم. ما بیشتر میخواییم درباره فعال بودن زنها در خود داخل سوئد، جایی که مربوط میشه به جنبش زنان، حرکت زنان، بیداری زنان و فعالیت‌های سیاسی زنان صحبت بکنم. چون ما در کشور هستیم که میتونیم لابی های بسیار قوی باشیم، میتونیم نقش بسیار قوی و مثبت برای همکاری و کمک زنها در داخل ایران و افغانستان داشته باشیم. ما میخواییم بررسی کنم که ما در این کشورها تا حالا چقدر تانستیم نقش را که باید داشته باشیم ایفا بکنیم. تصاویر دور و دور خود را نظر مندازم، زنهایی که تلاش کردند و جانهای خود را در بدترین شرایط و با کمترین امکانیت ها از دست دادن و ما با امکانیت هایی که در این کشورها داریم آیا آنچنان که باید تلاش کردیم؟ ای را خوب است که بررسی کنیم و ببینیم چه کارها در اینجا صورت گرفته و اگر صورت نگرفته چرا صورت نگرفته. ما میخواییم بیشتر سر چرای مسئله بپیچم، چون اگر از تعداد زنها صحبت کنم متاسفانه ما آمار در دست نداریم و با حدس و گمان نمیشه صحبت کرد. در افغانستان همتان در جریان هستین که وضع زنان اصلا خوب نیست و تلاش هایی که تا حالا صورت گرفته متاسفانه خیلی بد سرکوب شده و آنگونه که
تلاش های و جنبش زنان در ایران استقبال شد و مردها هم حمایت کردند. در افغانستان چنین حمایت صورت نگرفت و دلیلش چیست که فعلا طالبا تازه روی قدرت آمدند و سرکوب میکنند به بدترین شکل و هنوز شبکه هایی که بتانند به شکل منظم فعالیت کنند به وجود نامدن در اونجا. حتی خود زنها هم بین هم دیگر هنوز نتانستن یک شبکه ایجاد بکنند. حالا موضوع افغانستان هم میمانیم کنار. در داخل خود سوئد زنهای افغانستان تا چه حد فعال هستند، البته در سیاست، و دید زنها در سیاست چگونه است؟ آیا زنهایی که در اینجا هستند، در سوئد هستند، در سویدن، میتونند صدای زنهای افغانستان و ایران باشند؟ ما از یک جامعه و فرهنگ میایم که در اونجا مردها حالت دومینانت دارند یا مردها تصمیم گیرنده هستند و مردها در بیشتر در سیاست و در جامعه فعال هستند. و تا جایی که من خودم شناخت از اکثریت زنهای ایران و افغانستان دارم، بیشتر سیاست یک موضوع مردانه پذیرفته شده در بین زنها. زنها کمتر علاقه بر سیاست دارند. گویا اگر زنها بالای سیاست صحبت و بحث کنند، از زنانگی خود دارند فاصله میگیرند. و چرا این ذهنیت به وجود آمده؟ چرا چنین است؟ و دو دانشمند را که در مورد زنها خیلی تحقیق کرده و نوشته، خصوصا فمینیسم امروزی، از اونا صحبت میکنم. یکیش یودیت بوتلر است و دیگهش گایتری سپیواک است. گایتری سپیواک یکی از فیلسوفای بسیار قوی است و ما دیدگاه های هر دو به حساب روشن فکر محقق بسیار دوست دارم. یودیت باتلر بیشتر تاکید میکنه روی جنسیت، ای که زنها یا مردها ساخته میشن در جامعه، مربوط میشه به جندر یا گنوس. توضیحات که او در مورد جنسیت میته و کلن جنسیت موضوعش رد میکنه، ای را سپیواک نقد میکنه و میگه که دیدگاه بیشتر از روی ایوروسنتریزم است و زنهای غربی را در حقیقت توضیح میده. یعنی از نظر یودیت بوتلر، ما قبل از اینکه زن یا مرد باشیم، فرهنگ روی ما تحمیل میکنه و در اثر نرم هایی که در جامعه وجود داره ما زن یا مرد میشیم. این دید یودیت بوتلر برای یک زن که از ایران و افغانستان است زیاد مفهوم نیست. زن ایران و افغانستان بیشتر به این نتیجه رسیده که حق خود را باید از مردها گرفت و فیمینیزم بر از اونا به معنی مبارزه به خاطر آزادی زن است. و در اروپا فیمینیزم به معنی دیگه از مرحله برابری گذشته، کلا جنسیت از زیر سوال میبره. به این دلیل است که زنهایی که از ایران و افغانستان هستند و وقتی از فیمینیزم با اونا صحبت میشه، خود به خود از این ایدئولوژی فاصله میگیرن و این فاصله گرفتن بر از اونا تعبیر میشه به این که اگر ما در جامعه و در سیاست فعال باشیم، گویا ما میشیم مرد و از زنانگی خود فاصله میگیریم، در حالی که اونها به اساس نرم هایی که زندگی کردن زنانگی را چیز دیگه میبینن. یعنی من باید زن باشم، باید زنانه باشم، پس من فمینیسم نیستم. متاسفانه این تأثیری که روی ذهنیت اکثریت زنها گذاشته و دوست ندارن نرم هایی را که با او عادت کردن از او فاصله بگیرن، سبب میشه که اونا از سیاست هم فاصله بگیرن. من اینجا میخوایم بگویم که ما نیاز به فمینیسم داریم که نه از غرب بلکه از جامعه خود ما بلند شده باشه، ما را نرم های ما را توضیح داده باشه، نیازهای زن های ما را توضیح داده باشه. چون یک زن که در ایران و افغانستان زندگی میکنه و با او ساختار ذهنی، فرهنگی و اجتماعی در این کشورها میآید، این زن شدیداً حالت در سوئدی میگن هیبرید ایدنتیتیت،
یک جای برد نیست، نه دیگه خود را یک زن ایرانی میبینه یا افغان و نه دیگه او زن اروپایی یا غربی هسته. پس ما نیاز داریم به تحقیق یا جامعه شناسی یا علوم که ما را، نرم های ما را، کد های فرهنگی ما را، جامعه ما را بشناسه و فمینیزم که از بین خود ما بیرون شده باشه. و دقیقا زن زندگی آزادی اینمی یک فرصت بر زنها مساعد ساخت. زنها خودشان در اونجا پیدا کردن. زن زندگی آزادی مدل نبود که از غرب وارد شرق شده باشه مثل فمینیزم غربی، چیزی بود که از بین جامعه بلند شده بود و اکثریت او را پذیرفتن. و مردهای زیاد را ما دیدیم که تا میگیم زن فمینیست هستم عاجل فاصله میگیرن، گویا زن فمینیست زن که خلاف تمام داشته های ایران، افغانستان یا کشورهای شرقی است. ولی زن و زندگی آزادی چنین حساسیت را در بین مردها به وجود ناورد. اینال سپیواک چی میگه؟ اسپیواک میگه دقیقا اینمی را در تیوری خود توضیح میده. میگه ما به یک فیمینیسم غربی نیاز نداریم. زنهای هند، زنهای افغانستان، زنهای شرق، اینها مشکلات خود را دارن، اینها کودهای فرهنگی خود را دارن، اینا نیازهای خود را دارن، اینا بافتهای اجتماعی متفاوت دارن. پس ما نیاز به چیز داریم که زن از درون خود جامعه نجات بده. و در اینجا است که ایدئولوژی سپیواک، ایدئولوژی بطله را زیر سوال میبره. و ما هم فکر میکنم ما به خاطر که زنها را بتانیم در غرب، البته منظورم زنهای در قدم اول افغانستان است. چرا در قدم اول میگم؟ چون زنهای افغانستان بیشتر نسبت به زنهای ایران از سیاست فاصله گرفتن. قراره که میبینین من دوستای خود را امروز از دوستای خانمای افغان دعوت کرده بودم، هیچ کس اینجا حضور نداره به خاطر که برشان جذابیت زیاد نداره موضوع فیمینیزم. اینال ما میخوایم که چه قسم ما زن میتونیم اینجا فعال بسازیم. باید که این موضوع باز تعریف شوه، باید که ما خود ما نظر به شناختی که از جامعه خود داریم با کودهای اجتماعی خود توضیح بتیم که زنهای ما چرا برشان مهم است که باید وارد سیاست باشن. سیاست خیلی مهم است، چون اگر ما در داخل سیاست نباشیم، اینجا اشاره ما به زن و مرد است، تا وقتی که ما در پوزیشن تصمیم گیری نباشیم همیشه دیگران بالای ما تصمیم خواهند گرفت، چی بخوایم چی نخواهیم. این وضعیت به این شکل پیش میره. و چی وقت ما میتونیم در حد تصمیم گیری برسیم؟ تا زمانی که خود ما فکر و عملکرد سیاسی داشته باشیم. سیاسی بودن یعنی نفع خود را دانستن و به خاطر نفع خود تلاش کردن. و اون وقت است که ما چند قدم پیشتر گذاشتیم. اگر ما در سوئد در سطح تصمیم گیری نباشیم، همیشه دیگران در مورد ما و بالای ما تصمیم خواهند گرفت. به این شکل زنها هم اگر خودشان تصمیم گیرنده نباشند، مردها بالای اونا تصمیم خواهند گرفت. پس اینجا هدف علیه مرد قرار گرفتن یا علیه جامعه سوئد قرار گرفتن نیست. هدف قوی ساختن اونهایی است که خودشان از سیاست فاصله میگیرن. و ما چگونه اینها را میتونیم قوی بسازیم؟ با درک کردن اونا، شناخت اونا و عملی ساختن نیازهای اونا. زنهای افغانستان خوشبختانه وقتی که میاین در سوئد خیلی زود زبان یاد میگیرن، خیلی زود وارد کار میشن. و دلیلش چیز؟ چون اونها به چیز علاقه دارن که از او محروم بودن. همیشه دوست دارن درس بخونن، همیشه دوست دارن پیشرفت بکنن و خیلی خوب نتیجه داده تلاشهایشان. ولی در سیاست حضور ندارن، متاسفانه علاقه ندارن در سیاست. چرا؟ چون اونها پذیرفتن که سیاست یک چیز مردانه است. و من فکر میکنم که هرچی بیشتر در مورد تلاشهای زن زندگی آزادی صحبت شود، درباره تلاشهای زنها صحبت شود، درباره تصمیم گیر بودنشان صحبت شود، اینها میتونه ذهنیت به مرور زمان تغییر بده. و خواهشم از هرمینه جان و تمام زنهایی که تحصیل کرده هستند و صدای مرا میشنوند ایسته که بیشتر مخاطبین خود را، نه مردها،
نه دیگران، بلکه در قدم اول خود زنها بدانند، با خود زنها صحبت کنند و به خود زنها بگویند که ما یک نقش داریم و این نقش اگر ایفا نکنیم دیگران این نقش از دست ما میگیرند و باید خود ما فعال باشیم. و چرا 8 مارچ روز زن به وجود آمده؟ به خاطر که زنهای بلند شدن و گفتند که ما حق و حقوق داریم و زنان ما هم حق و حقوق خود را دارند، فقط این حق منتظر نشینند که کس برشان بده. و در مورد زن زندگی آزادی، من فکر میکنم این حرکت درسته که دنیا زیاد شاید بهش خوشبین نباشه، میگم شاید، به خاطر چی؟ به خاطر که در ما در فارسی یک شعر بسیار جالب داریم، میگه برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی. ما تا زمانی که قوی باشیم مایک ها کمره ها به طرف ما خواهد بود. روزی که زنها خودشان خسته شوند، روزی که از تلاشای خود کوتاه بیایند، او وقت است که دیگه مایک ها و کمره ها خاموش میشه. و پیام ما به تمام زنهایی است که مایوس نشن و ادامه بدن و کافی نیست فقط در سطح هنر یا میدیا، بلکه مقاله های زیاد باید نوشته شود، پایان نامه دانشگاه ها باید در این مورد نوشته شود، باید بحث های جامعه شناسی باشه، دیبات های سیاسی باشه، تا زمانی که این تبدیل شود به یک ساعت فروگه یا یک سوال انتخاباتی. و او وقت است که ما در سوئد تانستیم یک لابی خوب باشیم. تشکر. زبانه می زنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست. مرسی از فرشته عزیز بابت سخنرانی خوبتون و مرسی از شما که تا اینجا با ما هستید. سخنران بعدیمون شیرین شمس هستند که در رابطه با انقلاب چشمانداز انقلاب زن زندگی آزادی صحبت خواهند کرد. شیرین جان بفرمید. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی. گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن و سلام به همه شما عزیزانی که در این سالن نشستید و سخنرانان دیگر. خوشحالم که امروز در جمع شما هستم و 8 مارس روز جهانی زن رو با هم گرامی می‌داریم. همونطوری که مطرح شد، موضوعی که میخوام من اینجا صحبت بکنم چشمانداز انقلاب زن زندگی آزادی و نقش زنان هست. از همینجا میخوام از طریق این کنفرانس 8 مارس روز جهانی زن رو تقدیم بکنم به مهسا جینا امینی که اسمش رمز انقلاب زن زندگی آزادی شد، به تمام زنان شجاع و جسوری که روز 25 شهریور 1401 وقتی فهمیدند که مهسا جینا چشم از این جهان فرو بست به دلیل قتل حکومتی، سازماندهی کردند در مقابل بیمارستان کسرا در تهران و در خیابان فریاد می زدن از تهران تا کردستان ستم علیه زنان. این 8 مارس رو باز هم میخوام تقدیم بکنم به زنانی که در آرامستان آیچی روز 26 شهریور 1401 محل خاکسپاری مهسا جینا حجاب‌ها رو در بالای سر میچرخاندند و فریاد میزدند جن جیان آزادی. این 8 مارس متعلق به نیکاست، به سارینا، به غزاله، به نیکا، به اسرا، به یلدا، به آیدا، به مریم، به ده‌ها و ده‌ها زنی که اومدن در خیابان حق خودشون رو بگیرن و تکلیف حکومت ضد زن اسلامی رو یکسره کنند. این 8 مارس متعلق به آرمیتا گراوند، نوجوان 16 ساله‌ای که قاطعانه به حجاب اجباری نگفت.
این 8 مارس متعلق به رویا حشمتیه، زنی که زیر ضربه های شلاق به خاطر حجاب زن زندگی آزادی میخوند. متعلق به نیلوفر حامدی، الهه محمدی، 2 روزنامه‌نگاریه که به نماد وجدان و ایستادن در طرف حق و حقانیت تبدیل شدند. این 8 مارس متعلق به آسیب دیدگان چشمی، آسیب دیدگان انقلاب زن زندگی آزادی که جمهوری اسلامی اینها رو در خیابان ناقص کرد که درس عبرتی باشه برای دیگران. این 8 مارس متعلق به گوهر عشقیه، زنی که میگه من بعد از 80 سال حجاب رو به خاطر زنان ایران بر میدارم. این 8 مارس متعلق به الناز رکابیه، متعلق به رویا زاکریه که در تبریز وسط مأموران حکومتی فریاد میزنه مرگ بر خامنه ای. این 8 مارس متعلق به معلمان پیشرو، معلمان مبارز که از انقلاب زن زندگی آزادی حمایت کردند، حجاب از سر برداشتند، بازداشت شدند، زندانی شدند، حکم اخراج گرفتند. سارا سیاهپور، عاطفه رجبی، ولی آتکه رجبی، اما اومدن گفتن ما پای حقمون میستیم و ما به عقب بر نمی گردیم. این 8 مارس متعلق به مادران دادخواهی چون لیلی مهدوی و ده‌ها مادر دیگه ایه که حجاب از سرشون ورداشتن و راه بچه هاشون که در انقلاب زن زندگی آزادی کشته شدن رو ادامه میدن. این 8 مارس متعلق به سپیده رشنوه که در برابر حجاب کوتاه نمیاد. متعلق به سوری بابایی چگینیه که به حجاب نگفت. دخترش آیدا مراد بهروزی الان بیش از 2 هفته از ناپدید شده و مقامات زندان قزوین گفتن اگر میخوای دنبال دخترت بگردی بهت مرخصی بدیم باید حجاب سرت بکنی. این 8 مارس متعلق به پزشکی مثل فاطمه رجایی راده که در بابل حجاب از سر برداشت و از کار بیکار شد، از موقعیتش در دانشگاه بیکار شد و دیگر پزشکان زنی که مطب‌هاشون به خاطر حجاب نداشتن پلمب شده و از کار بیکار شدن. این 8 مارس متعلق به سپیده قلیانه که تنها دقایقی بعد از اینکه از زندان میاد بیرون فریاد میزنه خامنه‌ای ضحاک میکشیم زیر خاک. این 8 مارس متعلق به نرگس محمدی که به نماد مبارزه در بیرون و داخل زندان تبدیل شده. این 8 مارس متعلق به زنان زندانی سیاسی که از آزار جنسی که در زندان شدند افشاگری کردند. متعلق به زنان زندان اوینه که با بیهجابی در زندان انقلاب زن زندگی آزادی رو ادامه میدن. متعلق به زنان زندان اوینه که مقامات قضایی که حکم اعدام محسن شکاری یکی از معترضین انقلاب زن زندگی آزادی رو صادر کردند رو از زندان اوین بیرون کردند. متعلق به زنانیه که بهشون میگن زندان بند زنان زندان اوین تبدیل به شده به صف مقدم انقلاب زن زندگی آزادی. چقدر شورانگیز. این 8 مارس متعلق به 61 زن زندانی بند زنان زندان اوینه که علیه اعدام، علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب قضا زدند. این 8 مارس متعلق به زنی حدوداً 25 سال است که همین 8 اسفند درست 3 روز قبل از انتخابات قضایی جمهوری اسلامی در خیابان ولیعصر تهران نه تنها شالشو بلکه بالاتنش رو هم در میاره و میگه نه به رأی، من رأی نمیدم. و مأموران حکومتی که نقاب بر سر دارند که حتی جربزه ندارند صورت خودشون رو به نمایش بگذارند میریزن سر این زن و میبرنش. این زنی که بالاتنه خودش رو برمیداره، یعنی یک عصیان، یعنی یک انقلاب علیه حکومتی که تنش، بدنش و ذهنش رو در اختیار گرفته، اونم با حجاب، با قوانین اسلامی. این 8 مارس متعلق به محمد صادقیه، هنرمندی که در لایو اینستاگرام داشت از زنانی که حجاب نداشتن دفاع میکرد و ماموران داشتن در خونش رو میشکستن که ببرنش زندان. متعلق به مهدی یراحیه که جانانه
در دفاع از زنان ایران و علیه حجاب ترانه می نویسه و می خونه و به زندان می افته، هزینه می ده. متعلق به شروین حاجی پور، توماج صالحی که از انقلاب زن زندگی آزادی حمایت می کنند و هزینه دادند. متعلق به دانش آموزان و دانشجویانی که دانشگاه ها و مدارس رو به پایگاه جنبش سرنگونی و انقلاب زن زندگی آزادی تبدیل کردند. سخن خیلی زیاده. این تصویری از یک انقلاب زنانه در ایرانه که در لایه لایه های این جامعه و تا مغز استخوان این جامعه وجود داره و نفوذ کرده. از تهران تا کردستان، از بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان، این انقلاب زنانه همه جا رو فرا گرفته. از میلیون ها زن، دانشجو، خبرنگار، روزنامه نگار، ورزشکار، مادر دادخواه، پزشک، کادر درمان، نویسنده، جویای کار، وکیل، همه و همه در یک بستر اعتراض، از اعتراض انقلابی که بالاخره به خیابان کشیده میشه، انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب ژن ژیان آزادی، که صف مقدم اون زنان علیه حجاب، این ایدئولوژی و این یکی از ارکان و پایه‌های اساسی جمهوری اسلامی هستند که بر پایه ایدئولوژی ضد زن اسلام بنا شده. و اینطور میشه که تصویر این گونه است: حکومتی که با حجاب سر کار اومده، حکومتی که با پونز حجاب‌ها رو به سر زنان کوبیده، حالا داره با همین حجاب از سطح جامعه بیرون زده میشه. ما در انقلاب زن زندگی آزادی شاهد یک پدیده بسیار با شکوه عظیم بودیم که همین رکن اساسی حکومت، همین بنیان اساسی حکومت در سراسر ایران به آتش کشیده میشه. ما شاهد حجاب سوزانهای گسترده بودیم، از دانشگاه تا مدرسه تا سطح خیابان تا آرامستانها، و رسیدیم الان به یک بی‌حجابی سراسری که به معنای واقعی به یک معضل اساسی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. خاکریز حکومت که میگفت اگر این خاکریز از دست ما خارج بشه، خاکریز حجاب، خاکریزهای دیگر، سنگرهای دیگر هم از دست ما خارج میشه، این اتفاق افتاده. خاکریز حجاب از دست حکومت خارج شده و حکومت از شم 26 فروردین در سال 1402 تا الان، از التیماتوم رادان تا لایحه حجاب و عفاف، هرگز نتونست جامعه ایران، زنان ایران رو به قبل از انقلاب زن زندگی آزادی برگردونه. خاکریزهای بعدی هم در دست هست. خاکریز بعدی تفکیک جنسیتی هست. کاری که جمهوری اسلامی از همون اوایل قدرت گرفتنش انجام داد، از سطح دانشگاه تا سطح جامعه زن و مرد را از هم جدا کرد، مقابل یکدیگر گذاشت. زنان کالای جنسی هستند و مردان متجاوزین، و بستر بی‌حقوقی های یکی پس از دیگری رو پهن کرد. و دقیقاً از اون موقع مشخص شد که حکومت آپارتاید جنسیتی چه نقشه‌ای برای زنان ایران و جامعه ایران کشیده. به همین دلیله که ما می‌بینیم یک عرصه مبارزه دیگه به طور اخص در دانشگاه‌ها تفکیک، مبارزه علیه تفکیک جنسیتی هست. امسال 45مین سالگرد تظاهرات باشکوه زنان، مدافعین حقوق زن، نیروهای رادیکال، سوسیالیست ها، کمونیست های پیشرو انقلابی در 8 مارس سال 1357 که علیه فاری شکل گرفت، این تظاهرات باشکوه برگزار شد و انقلاب زنانه علیه حجاب، علیه قوانین اسلامی، علیه حکومت اسلامی، علیه جنبش اسلام سیاسی که هر جا به قدرت رسیدن، از افغانستان تا از طالبان در افغانستان، بوکو حرام در نیجریه، تا هر جای دیگه، داعش، هر جا اینها به قدرت رسیدن، اولین کاری که کردن سر زنها حجاب کشیدن، به کودکان حمله کردن، به مدنیت حمله کردن و اینگونه به کل جامعه حمله کردن. و 8 مارس 1357 نه به حجاب، یعنی نه به قوانین اسلامی، نه به جنبش اسلام سیاسی، نه به حکومت اسلامی. ولی از همون موقع
حکومت جمهوری اسلامی حمله به زنان و حمله به جامعه رو شروع کرد. دوره به دوره جلو اومد به اشکال مختلف. اما انقلاب زن زندگی آزادی که قبل از اون ما شاهد جنبش های دیگری بودیم، کارزارهای دیگری مثل دختران خیابان انقلاب بودیم که یک پیوندی بین 8 مارس و دختران خیابان انقلاب بود، رسید به انقلاب زن زندگی آزادی که دقیقاً سر مسئله حجاب هم به خیابان کشیده شد، نشون داد که جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی در جامعه ایران به چه میزان قوی بوده، نهادینه بوده و هست که بعد از 4 دهه زن ستیزی، خشونت‌های قانونی، دولتی، قضایی، جنایات دولتی، قانونی، قضایی، خشونت‌ها و جنایات‌های سازمانی یافته حکومتی علیه زنان نتونست جلوی زنان ایران رو بگیره و اونها رو از مبارزه در واقع متوقف بکنه و نه هیچ نیروی دیگه‌ای از جمله فمینیستای اسلامی که از دل جریانات اصلاحات اومدن نتونستن ارزش‌های ارتجاعی خودشون رو به جنبش زنان حقنه کنند. این چشماندازی که انقلاب زن زندگی آزادی جلوی ما میذاره که چه نیروهای قدرتمندی، چه جنبش قدرتمندی، جنبش نوین رهایی زن بیش از 4 دهه مبارزه کرده علیه جمهوری اسلامی برای تغییر ریشه‌ای در ایران، چشمنداز اینه که این انقلاب خواد حکومت جمهوری اسلامی رو به زیر بکشه. حکومتی که با زن ستیزی و اعدام اومده روی کار، این انقلاب مشخصاً به همون بنیادهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ضربه زده و داره میزنه. چشماندازی که انقلاب زن زندگی آزادی و نقش زنان، عملکرد زنان داره نشون میده اینه که هر نیروی ارتجاعی دیگه‌ای که بخواد هویت مستقل زنان رو بگیره، نیمی از جامعه ایران رو، نیمی از یک جامعه رو با ارزش‌های کاذب معرفی بکنه، شکست خورده است. قطعاً شکست خورده است. و این رو منشور مطالبات پیشرو زنان ایران که یک سندی هست در دل انقلاب زن زندگی آزادی توسط فعالین زن داخل کشور تهیه شده نشون میده. منشور مطالبات پیشرو ایران یک افق، منشور مطالبات پیشرو زنان ایران یک افق روشن جلوی جامعه میذاره. اینکه انقلاب زن زندگی آزادی قرار نیست از یک حکومت قرون وسطایی تحویل به یک حکومت ارتجاعی دیگه بشه. منشور مطالبات پیشرو زنان ایران یک سند از انقلاب زن زندگی آزادی میگه ما جمهوری اسلامی رو میخواییم سرنگون بکنیم و این خواسته های ما که بر مبنای آخرین دستاوردهای بشری هست که همین الان زنان در غرب دارن از اون استفاده میکنن، آخرین دستاوردهای بشری که برای اون جنگیده شده، هزینه ها داده شده، حق من زن ایرانی هست. هویت مستقل انسانی، آزاد و برابر با مطالبات پیشرو و رادیکال. منشور مطالبات پیشرو زنان ایران میگه ما قرار نیست حکومتی دیگر داشته باشیم که مرد سالاری همچنان برپا باشه و هویت‌های کاذب دیگری همچون هویت‌های ناسیونالیستی جاشو با هویت‌های مذهبی عوض بکنه. اگه خامنه‌ای در جمهوری اسلامی میگه نقش زن خانه‌داری و شوهرداری و بچه‌داریه، حالا یک نیروی ارتجاعی دیگه بیاد حکومت رو بگیره و بگه زنان پرورش دهندگان نسل آینده هستند. خیر. زنان هویت انسانی، مستقل، آزاد و برابر دارن و برای همین دارن می‌جنگن. انقلاب زن زندگی آزادی به معنای واقعی رنسانسی علیه مذهب، علیه زن ستیزی و علیه ارتجاع و زنان مبارز و انقلابی ایران راه رو نشون دادن در این انقلاب. همچنان دارن مبارزه میکنن. مثال هایی که من آوردم که متأخرترینش همین 3 روز پیش باشه که زنی حجابش رو بالای سر میچرخونه، بالاتنش رو برمیداره، میگه من رأی نمیدم، من نمیخوام رأی بدم، نمونه ای از اینه که انقلاب زن زندگی آزادی به اشکال مختلف، به شکلهای مختلف در جامعه ایران ادامه داره. زنان مبارزشون رو دارن میکنن، بی شک، بی تردید، شلاق میخورن،
ناپدید میشن، زندان میفتن، شکنجه میشن، ولی بازم بدون حجاب میان حقوق خودشون رو مطالبه میکنن، علیه اعدام مبارزه میکنن، دارن مبارزه میکنن به اشکال مختلف. آنچه که لازمه اینه که بخشهای دیگه جامعه تمام قوا بیان از زنان هم حمایت بکنن. وقتی زنان به خیابان میان، جمعیت میلیونی بیان به خیابون و فریاد زن زندگی آزادی سر بدند. در جامعه جهانی هم همینطوره. ما شاهد این هستیم که در انقلاب زن زندگی آزادی تظاهرات بسیار باشکوه و پرشوری برگزار شد. این قسمت پایانی صحبت منه و من واقعا پیام دارم به کسانی که در خارج از کشور حمایت کردند و میکنن از انقلاب زن زندگی آزادی. داخل کشور تا اونجایی که در توان داشتن، تا اونجایی که در امکانش رو داشتن مبارزه کردن و میکنن، از سطح خیابان تا دانشگاه. ولی حمایت‌های ایرانیان خارج از کشور هم مهمه. اگر سال 1401 در پارلمان اروپا برجام رو از روی میز برداشتند و انقلاب زن زندگی آزادی رو گذاشتن روی میز، این به خاطر این بود که تظاهرات گسترده‌ای در خارج از کشور جاری بود. و اگر ما می‌خوایم که دولت‌های جهان نگاهشون به انقلاب زن زندگی آزادی باشه، باید در خارج از کشور اعتراضات خیابانی ادامه پیدا بکنه. این بسیار مهم هست. هیچ شکی نیست که هم‌اکنون دولت‌های جهان هیچ تصمیمی برای تغییر رژیم در ایران ندارند و اینطور هم نیست که تمام قوا از انقلاب زن زندگی آزادی حمایت بکنند برای سرنگونی جمهوری اسلامی. درسته که ما نشانه هایی میبینیم که حمایت میکنن از زنان ایران، از زنان زندانی، جایزه هایی میدن و چقدر خوب و من به شخصه کاملا حمایت میکنم، ولی برای اینکه تمام قوا بیان پای حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی، این لازمه که در خارج از کشور ایرانیان با اعتماد به نیروهایی که سالهاست در کف خیابان اکسیون برگزار کردن، تجمع برگزار کردن، به خیابان بیان، به فراخوان اونها پاسخ بدن، به خیابان بیان و از انقلاب زن زندگی آزادی حمایت بکنن. پیام من به پارلمانتاریست های ایرانی هست که دقت بکنن در داخل ایران چه صدایی داره بلند میشه، چه شعاری داره بلند میشه، چه مطالبه‌ای داره مطرح میشه، اون مطالبه رو ببرن به پارلمان. کسایی که نماینده پارلمان هستن، ایرانی هستن و دارن تلاش میکنن، باید نگاهی به اپوزیسیونی که سالها و ده‌ها ساله داره مبارزه میکنن داشته باشند و مجموعه ای از نیروهای اپوزیسیون مطالبات داخل کشور و امکان و شرایطی که دارن بتونن فشار روی دولت‌های خودشون بذارن. و در پایان این که این 8 مارس تظاهراتی که برگزار میشه میتونه با شعار بایکوت جمهوری اسلامی، یعنی هر آنچه جهان با حکومت آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی کرد با حکومت آپارتاید جنسی و جنسیتی جمهوری اسلامی بکنه. این میتونه کمک بسیار بزرگی به جنبش سرنگونی و انقلاب زن زندگی آزادی در ایران داشته باشه. زن زندگی آزادی. یه رست میگیریم، یه نفسی تازه میکنیم، برمیگردیم. من مدت زمان تعیین نکردم، بین 20 تا 30 دقیقه بستگی به سوالاتی که وجود داره به اون بست است. پرسش و پاسخ خواهیم داشت. اگر کسی سوالی داره از هر کدوم از سخنران ما میتونه مطرح کنه. قبل از اینکه پرسش و پاسخ رو شروع کنیم، دکتر یونس متنی رو آماده کردم به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن که ممنون میشم اگر تشریف بیارن. جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم. به نام ایران، به نام ژینا مهسا، به نام نیکا، به نام حدیث و به نام هزاران غنچه در خون نشسته میهن ما،
به نام زنان و مردان حماس ساز اسیر در زندانهای اهریمنان حکومت اسلامی. Kära vänner, just nu sitter tusentals unga kvinnor och män i den iranska regimens fängelse där våldtäkt och tortyr är legio. Vi iranier har nu som en enad nation bestämt oss en gång för alla för att stötta den nuvarande diktatoriska regimen i vårt hemland. En regim som avrättar tiotusentals politiska fångar vilkas enda brott har varit att de kämpat för ett rättvist och demokratiskt samhälle. En regim som visar total förakt för mänskliga rättigheter och som enbart är ute efter att skydda sina egna intressen. En regim som är skam för hela det internationella samfundet. Detta har sedan länge varit känt för svenska politiker och beslutsfattare. Den nuvarande regeringen har fördömt de avrättningar av demokratikämpar som den islamiska regimen utfört, men fortsätter trots detta att på olika vis stödja denna terrorregim. Vi läkare med iransk bakgrund och medlemmar i Svenska Läkarförbundet stödjer helhjärtat det iranska folkets kamp för frihet och demokrati och vädjar till alla svenskar med hjärta för demokrati och mänskliga rättigheter att kräva av den svenska regeringen att den bryter sina diplomatiska förbindelser med Iran och kallar hem sin ambassadör från Teheran. Kräva att den svenska regeringen utvisar den iranska ambassadören från Sverige. Kräva att den svenska regeringen verkar för att frysa de ekonomiska tillgångar representanter för den iranska regimen har i Europa och förbjuda dem att resa hit. Den nuvarande iranska regimen begår oavhörligen brott mot de mänskliga rättigheter och bör i domstol snarast ställas till svars för sina illgärningar och ta sitt straff. Låt oss tillsammans medverka till att de kriminella mullornas och deras anhängares tid snart är ute. Leve den iranska folkets kamp. Kvinna, lev frihet! چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم زنیم و خب دوستان عزیز، هر کدوم سوالی دارین لطفا نوبت بگیرین که سوالاتون رو بپرسین و اگر مشخصا از سخنران مشخصی سوال دارین اعلام بکنین که چه سوالی میخواین بپرسین. عبدالله اسدی شما بفرمایید. من سوال شاید توضیح باشه هم از فرشته و هم از خانم هردا. اونم این که خانم هردا گفتش که خب اینا برامون انقلاب نمی کنن، دولت غربی یا به عبارت دیگه اونا کمک نمی کنن به روند انقلاب. درسته، کاملا درسته، دولت ها نمیان برای مردم ما انقلاب بکنن، ولی همین اندازه‌ای که الان توجه دارن به ایران و جایزه های مختلفی میدن به زندانی سیاسی، الان در سیاه‌چاله جمهوری اسلامی جایزه نوبل میدن و جایزه های دیگری که ما شنیدیم، حمایت هایی که توی سال گذشته ما دیدیم خیلی مهمه. اینا رو فقط باید بگیم که ما ایرانی ها باید اینو در دست بگیریم
و هزار بار ترجمهش کنیم، این ور این ور دنبال بکنیم این مسئله، و خیلی مسئله مهمیه و ایرانیان خارج کشور من فکر میکنم بسیار مهمه اینا رو بی... از مقام سازمان ملل، سازمان مقام زن سازمان ملل همینجوری اخراجش میکنن، کار ساده اینه، کار ماست، فعالیت ماست، فعالیت گسترده ایرانی هاست. این خواستم اینو توضیح بدم که به نظر من اینجاها خیلی مهمه به اینا توجه کنیم و هزار بار در موردش حرف بزنیم و یقه دولت ها رو بگیریم، سازمان های بین المللی رو بگیریم. این توضیحاتی بود. در مورد صحبت های فرشته هم اینم بگم که بیشتر احساس کردم که فقط این ناعدالتی یا نابرابری یا تبعیضی که در مورد زنها هست بیشتر در میان زن و مرد دنبال گشت. اینو از به سیستم، به دولت ها، به قوانین ارتجاعی که دولت ها وضع میکنن و دولتی مثل طالبان دیگه این مثلا کنترل رو از زن و مرد و همه چیز گرفته، کل جامعه رو بسته. مثلا باید اینو در نظر بگیریم که این خود دولت این فضا رو داره ایجاد میکنه. الان زنها توی افغانستان از تحصیلات و از ورزش و از خبرنگاری و از کلیه فعالیت اجتماعی کنار گذاشته شدن، سواد نباید باشن. یعنی این خیلی مسئله مهم و فاجعه باریه در این عصر. اینا رو میخواستم ریشتان توضیحات بیشتر. مرسی. مرسی از شما. فقط من فکر برنامه ریزی بکنم که چیز باشه، به نظرتون نفر 2 دقیقه کافیه که توضیح بده یا بیشتر وقت میخواید؟ اوکی خواهش. ممنون از اینکه به این موضوع اشاره کردیم. خوشحالم دادنتان برای همه بیشتر محصول کنم و باز. اگر که جایزه نوبل به زن زندگی آزادی رو نریس محمدی دیدن، اگر که کلا داشت به زن زندگی آزادی پارلمان های مختلف پارلمان های اروپا صحبت میشه و هماشون رو کتون میکنن کارهای مختلف میکنن، همش برمیگرده به اینکه این 8 میلیون ایرانی که خارج از کشور بودن چقدر تلاش کردن تا صدا شنیده بشه، چقدر تظاهرات کردن، چقدر نامه و ایمیل فرستادن، چقدر پتیشن نوشتن. هر شنبه چونایی که حتی دمانی تظاهرات ها بودن، چونایی دیگه که شرکت کننده بودن، خواست مطمئن مختلف، مدل های مختلف، پرفورمنس دیگه همه رو میدونیم. این کارا رو کی کرده؟ این صدا رو کی بلند کرده؟ مردم ایرانی عادی گوش کنارش. اما یه روزی یه نفر اومد رفت یه آقای رفت توی پارلمان نشست، گفتش که مردم بگی بریم خونه ها تو، ما اینجا تو پارلمان هستیم داریم صحبت کنیم. من به خاطر این میگم که ما مردم به جز خود تاثیر نداریم. اگه صدا نرگس محمدی شنیده شده، به مدن کتابشه که چاپ شده، به مدد عضو شدنش، عضو کردن خودش که تو زندونه، عضو کردنش توی انجمن، به مدد اینه که ایرانی های عضو انجمن علم پیشنهادش دادن برای جایزه صلح نوبل. مثل زنجیر و هم پیوسته بودن، این دست به دست هم بودن توی جامعه مدنی خیلی خرمده. این مطالبه گرمودن و مطالبه کردن مداوم از ارگان ها، از پارلمان ها، از دولت ها، از نماینده های مجلس خیلی اهمیت داره. پس ماهاییم که باید این موتور رو روشن نگه داریم. چیزی که منظور من بود از تمام صحبتم اینی که فکر نکنیم کارمون رو انجام دادیم، بحث دیگه، حالا بریم بشینیم، حالا دولت‌های اروپایی میان این کارا میکنن تموم میشه. نه، این موتور توسط ماها باید روشن بمونه، باید حرکت بکنه و ماها باید مداوم و پیوسته این کارا رو ادامه بدیم تا همین شکلی زن زندگی آزادی در رأس تمامی تفکرات، تمامی اکتای سیاسی و فرهنگی و جامعه باقی بمونه. فکر من این بود، امیدوارم که تونسته باشم درست توضیح بدم. مرسی. تشکر جناب نصری.
که به موضوعی که ما چون به وقت فکر میکردم زیاد نپرداختم شما اشاره کردید. درست است که طالبا آمدن و بو کماکان حق بسیار کم و ناچیزی که زنان افغانستان داشتن بو هم از اونا گرفته شد، ولی ما نمیخوایم فقط تمام موضوع زنان را در پرانتز دوری طالبا خلاصه بسازم. ما یک دوری بسیار طولانی حکومت مجاهدین در افغانستان داریم، قبل از اینکه حکومت های دستشنده امریکایی در افغانستان بیاید مجاهدین یک دوری طولانی در افغانستان بودند و قبل از اون یک سیاست کاملا مردانه در افغانستان حاکم بود. چرا میگم مردانه؟ چون بزرگان سیاسی، رئیس جمهورا همه فقط مردها بودند. ما تعداد بسیار کم زنان سیاستمدار داشتیم که در سطح اعضای نیروی سیاسی در حکومت دکتر نجیب اینا تصمیم گیرنده باشند. و بعد که مجاهدین آمدن یک دوری طولانی بودن و دوباره وقتی که حکومت های به اصطلاح جمهوری و دموکراسی شد نقش زنها بیشتر سمبولیک بود، زنها به معنی واقعی تصمیم گیرنده نبودن و بستر آنچنان آماده بود برای آمدن طالبا که بدون جنگ طالبا افغانستان گرفتن. همینطور در جریان هستیم و وقتی هم که زنها مبارزه کردن اونها تنها بودن، حمایت نشدن. این به این معنا نیست که مبارزه زنها باید علیه مردا باشد، برعکس خود ذهنیت ای که سیاست باید مردانه باشه و مردها سیاست کنند از کجا میاد؟ از این که چون مردها جنگ میکنند در افغانستان و زنها فقط به عنوان وسیله که در جنگ از بدنشان استفاده شده، وسیله که باید بچه بیارن و شرایط زندگی را به مردها فراهم بسازن، چون در کشورهایی که جنگ است و زنها خودشان عملا در جنگ نیستن، این سبب میشه که از زنها ارزش زدایی شود و خود این ذهنیت هم تا زن را هم در مقابل زن قرار میده. و من بیشتر روی از این ذهنیت صحبت کردم. در اینطور جوامع چی اسلام باشه چی هر ایدئولوژی دیگه باشه، خود به خود وضعیت و فرهنگ تبدیل به فرهنگ مردسالار میسازن. و چیزی که من میخوایم بگویم که ما در سوئد یا سویدن شرایط متفاوت داریم، ولی در این جهت ذهنیت ها به اون شکل دومینانت که مردا باید تصمیم گیرنده باشن پیش میرن. و من فکر میکنم وقت ما میتونیم جنبش زن زندگی آزادی را و جنبش زن کار آزادی که در افغانستان فعلا زنها میگن اینها را روی پای استاد کنیم که اول ذهنیت ها را از این تعریف فیمینیسم غربی که جنسیت در مقابل جنسیت قرار میده بیرون بسازیم و یک تعریف کلی ارائه بدیم. این که آزادی زن در حقیقت آزادی مرد هم است. آزادی مرد از اونهایی که خود مرد در قدم اول زیر فشار قرار میده. تشکر. مرسی از شما فرشته عزیز. من مجیدم کسی دستت رو بلند کنه. فکر کنم سوال هم هر شده منشون حتما نکته مهمی رو عبدالاسد شما اشاره کردی بهش. من صحبت هم گفتم که تو برنامه دولت‌های جهان این نیست که الان جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنند، این تو برنامه شون نیست، ولی آنچه که باعث شده که تا به الان نگاه جهان به طور ویژه به سمت انقلاب زن زندگی آزادی و نقش زنان در این انقلاب برای مقابله با حکومت برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی جلب بشه، یکی اعتراضات در داخل خیابانها بود در ایران که بسیار باشکوه و بسیار تاریخی بود، یکی اعتراضات در خارج از کشور بود. اعتراضات خارج از کشور مهمه. این که چه اقدامی تا به الان دولت‌های جهان انجام دادن یا سازمان‌های بین‌المللی انجام دادن، ارزش‌گذاری اگر بخوایم روش بکنیم ارزشمنده، واقعا ارزشمنده. اینه که
به نرگس محمدی جایزه صلح نوبل بدن، حالا بر اساس حالا هر فاکتوری که شما توضیح میدید، یا به نیلوفر حامدی و الهه محمدی ده ها و ده ها جایزه داده بشه از سراسر جهان، یا به مهسا ژینا امینی جایزه ساخاروف تعلق پیدا بکنه. اینها مهمه. اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل که برای اولین بار اصلا تو تاریخ سازمان ملل این اتفاق داره میفته و اینها یک شبه اتفاق نیفتاده. من خودم از امضا کنندگان بیانیه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بودم که قبل از انقلاب زن زندگی آزادی این بیانیه رو ما تهیه کردیم و فرستادیم. همه اینها مهمه. ما باید همینها رو بگیریم و بریم پله بعدی، استپ بعدی، قدمهای بعدی رو برداریم. من نکته ای که شما اشاره کردید بهش و عبدالله اسدی هم دست گذاشته روی اون رو متوجه میشم. اعتراضات در خارج از کشور مهمه. چیزی که ما باید در نظر بگیریم، نیروهایی که به حرکت در میارن باید تلاش بکنن که این اعتراضات جاری بمونه و ایرانیان خارج از کشور هم به نظر من وظیفه دارن. اینطور نبود که یک نفر در پارلمان بگه که برید خونه، برن خونه. یه فضای ایجاد شد، یه تفرقه های انداخته شد در اعتراضات خارج از کشور که مردم این دو دستگی رو دیدن و یه هم ما که باید در پارلمان میرن و میان، به تنهایی هیچ کاری نمیتونن بکنن اگر خیابان نباشه. همونطور که در ایران میگن فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، در خارج از کشور هم همینطوره. فشار خیابان باید روی پارلمان ها باشه، فشار خیابان باید روی سازمان های بین المللی باشه که همون برجامی رو که از رو میزشون برداشتن، انقلاب زن زندگی آزادی رو، ادامه پیدا تروریستی قرار بدن، سفارت جمهوری اسلامی رو ببندن. الان کانادا شروع کرده یکی اخراج کردنشون. این اخراج کردن ها ادامه پیدا بکنه، ما باید این فشارها رو بوت جمهوری اسلامی، اگر دولت های جهان رو تموم بکنن، این خیلی میتونه تاثیر بذاره. و نیروهای خارج از کشور توی این امر میکنن استپ بعدی، قدم بعدی، قدم بعدی تا اونجایی که ما این مماشات دولت‌های جهان رو با جمهوری اسلامی بتونیم قطع بکنیم. امیدوارم که پاسخ داده باشم. من خودتا در این باره که دوستم صحبت کردن میخوایم بگویم، من رجال موافق هستم ای که حکومت‌های غربی زیاد تاثیر حکومت ایران را سرش سرمایه گذاری کنند یا نه فعلا در فکر نیستند. جنگ جهانی جنگ اقتصاد است. خود موضوع جنگ فلسطین نه اصلا اوکراین نه اصلا روی اقتصادهایی که بین المللی هستند و جذابیت داشته باشه در شان جنبش زن زندگی آزادی. در میان بحث هایی که غرب علیه دولت های بزرگ دیگه استفاده میکنه، علی بریکس استفاده میکنه، این بحث دموکراسی و حقوق بشر است و اینا میگن چون حکومت های دیگه روسیه و اینا استبدادی هستن در اونجا دموکراسی نیست، پس ما حسینه بهتر هستیم. برگه طور اقتصادی برشان نشان بدیم پول بکنن. تنها چی است؟ ما از اون
فاکتوره که از قطعه برنده که خودشان استفاده میکنن به عنوان ای که ما به خاطر دموکراسی و حقوق بشر کار کردیم و فلان، از خود میتونیم استفاده کنیم و در حقیقت ای که مدار میتن، ای که تشویق میکنن، تمجید میکنن، میخواین نشان بتن که بله ما به تفاوت نیستیم، چون ما هستیم که اگر در جای ظلم صورت میگیره با از اونها دفاع میکنیم و اینجا ما میتونیم استفاده کنیم از این فرصت که اگر شما ادعا میکنین که مبانی حقوق بشر احترام دارین و دفاع میکنین، پس باید روی ازی بیشتر سرمایه گذاری کنین و این چی وقت امکان پذیر است؟ وقتی که فشار رویشان بیشتر باشه، یعنی اگر فشار نباشه خیلی راحت میتونن چشم پوشی بکنن، چون در سیاست هیچ سیاست مدار عمل را یا اقدام را که به نفع خودش نباشه او را انجام نمیتن و ما چگونه میتونیم حرکت های خود را ثبت و ثبتیم که اینا احساس کنند به نفع سیاست های خودشان هستند. او تنها در صورت است که ما زیر پا شدن حقوق بشر در کشورهای خود ما بزرگتر جلوه بتیم و اگر ما نتانیم بزرگ جلوه بتیم اونا هم کار نمی کنند. تشکر. شما به برنامه شماست. از طور پایش شمس تکیه شده از سکرانی اصلی کنم به این هجاب را برداشتن سکرانی برداشتن هجاب بود. ببینید الان بازی دموکراسی در دنیا اینه که یه انتخاباتی برگزار میکنن که همه عواملی که کار میکنن انتخابات رو برگزار میکنن همه از خودشونه، یعنی خودشون جمع شدن وزارت کشور و جاهای مختلف، اینهایی که عهده‌دار کار انتخابات هستن همه رو خودشون انجام میدن. یه انتخابات اینگونه ای برگزار میشه، به اصطلاح نماینده های مردم میرن تو مجلس میشینن و قانون تصویب میکنند و حالا این قانون دیگه قدرت اجرایی پیدا میکنه. الان قانون حجاب در ایران تبدیل به این شده که هر کسی رو به عنوان بی حجاب بگیرن 6 میلیون جریمه اولیه داره و چه بسا که 10 20 تا از این 6 میلیون ها که جمع بشه برن یک خانواده رو از خونهشون بریزن بیرون و خونهشون رو به حراج بذارن، چون طبق قانونه و قانون به اجراییات منتهی میشه و این کار رو اجرا میکنن. اینی که چه فکری میتونیم بکنیم، چه جوری میتونیم با این مقابله کنیم وقتی که شما به عنوان بالاترین حربه مبارزه زنان در ایران حجاب رو مطرح میفرمایید شما. این نکته اول. و نکته دیگه من راجع به سازمان ملل، راجع به تاثیرگذاری کارهاست. این تظاهراتی که ما انجام میدیم به نظر من بی نهایت مینیموم تاثیرگذاری رو داره. ما الان میتونیم با وقتی جمع میشیم اینجا میخوایم خرد جمعی رو روی هم بگذاریم و چیزی در بیاریم که تاثیرگذار اصلی و مهمتر باشه. من عقیده دارم که این تظاهرات باید جلوی شعب سازمان ملل و اگه میشه در نیویورک مرکز سازمان ملل، سوئیس همچنین، اینجاها برگزار بشه با چند سوال مشخص در ابتدا. حالا به فکر من میرسه سوال مشخص این که سازمان ملل از دولت چه تعریفی داره. سازمان ملل میگه چی دولته؟ هر گروهی اسلحه برداره و بشه طالبان و بره پشت کوها و یه مدت اینجوری نبرد بکنه و بمبگذاری بکنه و بیاد به قدرت برسه اسمش دولته؟ یا خمینی به قول خودش خدعه کرد و دروغ گفت به مردم، مردم رو به خیابون کشوند و انقلابی برگزار کرد به اون ترتیب، آیا این اسم این دولته؟ و این دولتی که اومده ایران رو داره نابود میکنه با میلیون ها سندی که تو یوتیوب و هزار جای دیگه مستنده، با میلیون ها این اسناد، دولت ایران خیانتکاره، داره مملکت رو نابود میکنه. اینو از سازمان ملل باید مؤکداً بپرسید، یعنی به جای سخنرانی ها و این نوع تظاهرات و اینگونه ای که ما برگزار میکنیم که به نظر من بسیار تاثیرش کمه، اگه جلوی سازمان ملل با این دو سوال مشخص، یکی اینکه آیا مردم کشورها رو باید به سمت تبعیت از قانون باید مجبور بکنیم یا اینکه نه، توهمات دینی و خدا و جن و اژدها و نمیدونم اینها هم باید در تصمیم گیری ها و کارهای مردم، یعنی باید اجازه بدیم یه گروهی به جن معتقدن رو کارشون پیش ببرن، اون یکی آدم کشه، اون یکی میگه باید کافرها رو کشت و نمیارم اینا، آیا باید دنبال این هم به این ارزش گذاشت؟ باید بگیم اینا چون یه گروهی هستن که تابع این عقیده هستن که باید کافرها رو کشت، پس بذاریم بکشن، یه روزی اینا اعلام جهاد بشه این کار رو خواهند کردن. اینی که استدلال میکنم که
به این توجه کنید که سازمان ملل موظفش بکنیم که یکی اینکه دولت رو تعریف بکنه. به کی میگه دولت؟ سازمان ملل با اون همه تشکیلاتی که داره دولت به چی میگه؟ و دوم هم این که از دولت من جمله دولت سوئد هم همینطور، دولت سوئد هم به این سوال جواب بده که دولت یعنی چی به نظر دولت سوئد. اگر تعریف دولت رو دولت ایران و طالبان توش میگنجه باهاش معاشرت و مماشات بکنه، اگر نه که بگه ما قبول نداریم شما دولت دولت نیستید شما. و همچنین سوال دومی که قانون و یا توهم مذهب. مرسی. مرسی از سوال و اظهار نظر شما. من اسم شما رو میتونم یا پیروز؟ پیروز عزیز، من به کدوم سوال شما اول جواب بدم؟ بسیار خوب. من فقط اول قبل از اینکه جواب بدم سوال دارم که شما هم معتقد هستید که مسئله حجاب یک نقطه جدال بین جامعه و جمهوری اسلامیه؟ بسیار خوب. ببینید این مسئله که الان شما مطرح کردید، کاری که جمهوری اسلامی میکنه اینه که به اشکال مختلف میخواد زنان رو تحت فشار قرار بده که حجاب رو تحمیل بکنه. خب ما الان 45 ساله میبینیم که موفق نشده. به هر حال کارت آخری که داره انجام میده اینه که یا ببر شلاق بزنه یا اینکه جریمه مالی بکنه. خب جریمه مالی کردن هم فشار اقتصادی بسیار سنگینی روی یک زن و خانوادش میاره، تردیدی در این نیست. ولی این واقعیتیه که وجود داره در جامعه ایران. جمهوری اسلامی تا زمانی که هست هر کاری میکنه که زنان جامعه رو تحت فشار قرار بده که جامعه کوتاه بیاد. ما داخل یه جنگیم، این واقعیه. ما داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم. این حکومت نمیخواد حکومت رو رها بکنه. شاید بهتر بشه بگیم رژیم، با توجه به صحبت بخش دوم صحبت. این رژیم نمیخواد رها بکنه، نمیخواد از قدرت سیاسی خودش بیاد پایین. ولی جامعه این جلوشه که میخواد اینو از قدرت سیاسی بکشه پایین. و ما وقتی میگیم انقلاب زن زندگی آزادی، در دلش یه جنگی نهفته است که یه طرف جمهوری اسلامیه، یه طرف جامعه است متشکل از کارگران که چندین بار دارن زیر خط فقر حقوق میگیرن، معلمان چندین بار زیر خط فقر حقوق میگیرن، بازنشستگان چندین بار زیر خط فقر دارن حقوق میگیرن، سونامی بیکاری بیداد میکنه، کودکان کار تا به کمر تو سطل آشغال هم خم میشن، کارتون خوابی و لوله خوابی و گور خوابی و دیوار خوابی داره بیداد میکنه و این جامعه داره با جنبش های اعتراضیش، با دانشجویان، با دانش آموزان، با کارگران و معلمان و بازنشستگان و به طور ویژه با جنبش زنان داره با این حکومت میجنگه. این یک واقعیته و ما زمانی میتونیم از اون سوالی که شما مطرح کردید چه راهکاری داشته باشه، راهکار اینه که جمهوری اسلامی رو بکشیم پایین، به زیرش بکشیم، سرنگونش بکنیم، وگرنه این حکومت قدرت دستشه، دولتشو داره، مجلسشو داره، سپاهی و بسیجی رو که از دور قبل ردیف کرده که حکم اعدام معترضین رو میدن، قوه قضاییش داره که سر تا سر جنایتکاره، رسانه دستشه، رادیو تلویزیون دستشه، خیابون رو میخواد از مردم بگیره که انقلاب زن زندگی آزادی موفق شد خیابون رو از جمهوری اسلامی بگیره، الان میخواد خیابون رو پس بگیره و این جدال و کشمکش تا زمانی که جمهوری اسلامی هست ادامه داره. توازن قوا رو ما تو انقلاب زن زندگی آزادی دیدیم که جرأت نداشت گشت ارشاد رو بیاره توی خیابون، الان که اعتراضات به اندازه سال گذشته نیست ون میاره، پلم میکنه، از نظر اقتصادی گلوگاه زنان رو میگیره. باید اعتراضات رو گسترش بدیم. باید سازماندهی بکنیم برای اعتراضات بیشتر. باید سازماندهی بکنیم برای اعتصابات. تنها این هست که میتونه جواب جمهوری اسلامی رو بده. همین حکومت در برابر اعتراضات موجود مجبور میشه عقب نشینی بکنه. مجبور میشه، وادار میشه عقب نشینی بکنه. سر همین پلمپ مغازه ها و مطب پزشکان یه جایی وادار شد عقب نشینی بکنه، دید اگه مغازه رو پلمپ بکنه مغازه های بغلی هم علیه جمهوری اسلامی میشن، بجز خود اون صاحب مغازه که همه اینها میرن به صف زنان علیه حجاب اجباری میپیوندن. اومد رفت لایحه حجاب و عفاف رو به تصویب رسون که حالا همون هم حرف هست، ولی
یه جاهایی احساس کنه که میتونه علیهش تبدیل بشه، مجبور میشه عقب نشینی بکنه. ما مدام باید از طریق جنبش های اعتراضی، از طریق اعتراضات خیابانی و اعتصابات مقابل جمهوری اسلامی باشیم و جلوتر بریم تا زمان که سرنگونش بکنیم، وگرنه این چرخه خشونت و فشارها و جنایات جمهوری اسلامی متاسفانه ادامه داره. در همین طور نکته که شما گفتید، بله بسیار خوب میشه که ما بتونیم نیروهای معتمد اپوزیسیون که کارنامه دارن، سالهای سال مبارزه کردن، پلتفرم دارن، موضعی دارن که منطبق با خواسته های مردم در داخل ایران هست، بشه یک تظاهرات یا تجمعات گسترده مقابل همون مراکزی که شما میگید ترتیب داد. بله واقعا این خواسته قلبی خود من هم هست که از جاهای مختلف مردم جمع بشن، تظاهرات باشکوه و گسترده که مطمئناً مجدداً اتفاق خواهد افتاد. ولی اینکه اسم دولت چیه، چه مشخصاتی داره، منم با شما موافق هستم. این یه رژیمه سر تا سر جنایتکاره که از نظر مردم ایران هیچ رسمیتی نداره، نه دولتش، نه مجلسش، نه دستگاه قضاییش، ولی چون بعد از انقلاب 57 اومده رو، مجبور بوده به خواسته های دموکراتیک اون انقلاب که علیه دیکتاتوری بوده خودش رو اینجوری سازمان بده. در مورد اینکه خواسته های ما چیه یا نماینده مردم ایران در خارج از کشور چه کسانی هستن، یا خب در مقابل همون سازمان ملل که شما میگی تجمعاتی که برگزار میشه، چه باید کرد که این دولت ها و این سازمان ها رو متقاعد کرد که مردم در ایران جمهوری اسلامی رو نمیخوان؟ به نظر من دو تا منشور هست. منشور 20 تشکل که توسط تشکل های کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویی، زنان تهیه شده که خواسته های مردم ایران میگه فوق العاده خواسته های پیشرو، رادیکال، مدرن، سکولار، آزادی خواهان، برابری طلبانه، و منشوری که مختص مطالبات پیشرو زنان ایران هست. به نظر من این منشورها میتونه در مقابل دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار بگیره. این منشورها اگر در سطح سراسری و کلی ارائه بشه به سازمان ملل، به دولت‌ها، همین نمایندگان پارلمانی که من روشون اصرار دارم، این منشورها رو ببرن تو پارلمانشون، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. ما باید این دولت‌ها رو با این منشورها متقاعد بکنیم که مردم ایران چی میخوان و اون چیزی که نمیخوان جمهوری اسلام. مرسی. ببخشید اجازه هست سیرکوزنایی مدود این تقریب دولت همه بسیار مصر دیم، یعنی سازمان ملل توی مرکزیت بین دولت‌های چون دولت مشخصی از دولت داشته باشی، به نظر من اجازه بدید من یکم راجع به دولت صحبت کنم. یک کوتاه شیرین جان، ببینید توجه کنید که سازمان ملل پلیس بین الملل یا پلیس دولت ها نیست، تعریف مشخصی داره و ما نمیتونیم خارج از تعریف اون ازش خواسته ای رو داشته باشی. میتونیم هر چقدر بریم دم اونجا ترتیب تظاهرات بدیم و هر خواسته ای رو مطرح بکنیم، ولی وقتی توی شرح وظایفی که اون برای خودش تعیین کرده وجود نداره، در نتیجه قدمی به جلو برداشته نمیشه. سازمان ملل در حقیقت معاهداتی داره که کشورهای مختلف دولت‌هاشون تو موقعیت‌های مختلف اونها رو تایید کردن، امضا کردن، به تصویب رسوندن و خودشون رو ملزم کردن به اجراش. متاسفانه در جهان ما هیچ پلیس یا قوه قضاییه بین المللی وجود نداره که بخواد هیچ دولت یا حکومتی رو ملزم به چیزی بکنه. به همین دلیل عربستان سعودی، به همین دلیل چین، به همین دلیل جمهوری اسلامی و طالبان در جایگاه دولت قرار میگیرن. متاسفم از این که اینو میگم، ولی این واقعیتی که ما باید بدونیمش. سلام.
این جمهوری اسلامی با مهارت خاصی بحران سرنگونی خودش رو منتقل کرد به غزه. شما این چجوری میبینید؟ یعنی جمهوری اسلامی در خطر سرنگونیه. الان موقتا خودش رو بیمه کرده با انتقال این بحران به غزه و به قیمت کشتار بچه ها، کودکان فلسطین، کودکان و زنان فلسطین. اینو میخواستم چقدر مؤثر میدونه در به تأخیر انداختن سرنگونی جمهوری است. من یه سوالی که از شما دارم، از سخنران مطرح کسی سوال پرسیدین یا هر کدوم؟ خب من به شخص نظر خودم میگم جمهوری اسلامی در بحران آفرینی که تبحر خاصی داره و کلن 45 ساله از مدل از این ستون به اون ستون فرجه داره امورات خودش رو میگذرونه و خب حالا که تو بحران آفرینی تبحر زیادی داره میتونه که تمرینم کرده در این دهه های اخیر بحران آفرینی بکنه خارج از مرزهای ایران و بعد بتونه که مدتی از بابت اون وقت بین المللی بخره یا کارهای مختلفی بکنه. اما اینکه با این کارا چقدر میتونه برای خودش وقت بخره یا چقدر بتونه مشروعیت بخره، فکر میکنم که مشروعیت خودش رو در جامعه بین المللی هم از دست داره میده به شدت. وقت کوتاهی هم میتونه بخره به دلیل اینکه به هر حال جنبش های مردمی، مخصوصا جنبش زنان که آهسته و پیوسته همیشه مداوم بوده و در مقاطع خیلی مختلف یه جورایی خودشو نشون داده، فکر نمی کنم شعلش خاموش بشه. من این شعله رو هم فروزان می بینم و هم مداوم. من قبلا از اتحادیه بریکس یاد کردم، کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای سود آفریقا، اینها فعلا بسیار قوی شدند و گفتم جنگ اقتصادی است، به خاطر که اونها میخواین قدرت دلار رو کم بسازن و قدرت وتو کردن و بعد ناتو را ضعیف بسازن و لقد بس بالا ایناست. و چیزی که جنگ فلسطین سبب شده به نفع امریکا واقع شده، به نفع ایران واقع شده، در حقیقت حمایت روسیه و سمیده یا روسیه است و کشورهای دیگه است که در اتحاد و شده که دولت ایران به پرد بلندتر در حال حاضر داشته باشه و عملا شروع برای کمک کردن روسیه در جنگ اوکراین. و این چیزی که بر ما سر می تن که بتانیم استفاده کنیم، گفتم همون شعاره که کشورهای غربی میگن که ما بهتریم از اونها چون ما حقوق بشر داریم و ما سازمان ملل داریم، ما فقط می تانیم از این قسمت استفاده بکنیم به خاطر از که اینها در کجا میتونن خودشون نشون بدن، در جاهایی که حقوق انسان ها زیر پا میشه مثل ایران، افغانستان و کشورهای دیگه. یعنی بله، آیا وضعیت ایران در جنگ غزه و اوکراین و جنگ های دیگه تقویت پیدا کرده از نظر سیاست جهانی؟ بله متاسفانه تقویت پیدا کرده. من نظرم رو بگم، به نظر من جنگ اسلامی با حماس به ضرر جمهوری اسلامی اتفاقا تموم شد، به دلیل جهانی اگر بخوام توضیح بدم اینه که خیلی الان رسانه ها خیلی از پژوهشگرها در سطح جهان صحبت کنن که پشت نیروی تروریستی حماس جمهوری اسلامیه و این از نظر برای جمهوری اسلامی هزینه بردار میشه در جهان. حالا بیشتر در فضای بین المللی صحبت کنم، ولی در داخل ایران به شدت بسیار ضرر جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه مردم خشمگین‌تر میشن، مردم عصبانی‌تر میشن، مردم اگریسیو‌تر، هوزلی‌تر، متنفرتر از این حکومت میشن. یک در واقع
نگاه منفی که همیشه به جمهوری اسلامی وجود داشته که از جیب خالی مردم، از سفره خالی مردم برمیداره، تروریسم اسلامی رو تو منطقه تقویت میکنه، بیشتر و بیشتر مردم رو خشمگینتر و عصبانی تر میکنه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی هم خودش رو بسیار تبلیغ میکنه، پروپاگاندا میکنه، باد میکنه، یک تصویر مقتدر کاملا معلومه، یک اقتدار پوشالی و تبدیل شده به مضحکه مردم. یه جمع درست میکنن که ما از اینجا میریم غزه جنگ میکنیم، یک کدومشون جرئت نمیکنن برن بجنگن، یعنی رسوا میشن پیش مردم. و این از نظر سیاسی کسی که در حاکمیت هست و میخواد هی خودش رو مقتدر نشون بده، در چشم مردم ایران، در چشم جامعه ایران کوچیک و کوچیکتر میشه. این نکته ای که شما میگید یکی از مواردی که جمهوری اسلامی بحران درست کرد، آمدانه کرونا رو به جون مردم انداخت، بعد از اعتراضات آبان 98 و دیماه 98 بود، کاری کرد که 2 سال اعتراضات مردم ایران نتونه بیاد وارد خیابون بشه. ولی چی شد؟ اعتراضات در 1400 اومد سر بیبرقی و بیابی، 1401 اومد سر حجاب و به یه انقلاب منتهی شد. جمهوری اسلامی دقیقا همین کار رو میکنه، حکومتیه که بحران سازی میکنه که خودش رو نجات بده. ولی تا کی؟ تا کی؟ این نمیتونه برای یه حکومتی که در قدرت سیاسی مدام تکرار میشه. این بحران سازی ها اتفاقا به ضرر خود جمهوری اسلامی تبدیل میشه. تا زمانی که فقر هست، تا زمانی که فلاکت هست، تا زمانی که بیحقوقی هست، سرکوب هست، شلاق هست، اعدام هست، شکنجه هست، زندان هست، من اعتراضاتشون رو به هر شکلی میخوان به خیابون بکشن، اعتصابشون رو برگزار کنن، تا زمانی که ریشه تمام این موضوع رو به زیر بکشن. مرسی. به مناسبت 8 مارس شاخ گلی رو تقدیمتون میکنیم. بسیار ممنونم که اومدین و فکر میکنم با یک شعار زن زندگی آزادی برنامه امشب رو تموم کنیم. بله، زن زندگی آزادی آزادی. و اضافه کنم که برنامه امشب ما به طور زنده از تلویزیون کانال جدید پخش شد. خواستم تشکر کنم از بینندگانی هم که در این برنامه با ما بودن و برنامه ما رو دیدن. مرسی. جوانه می زنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. منم به سهم خودم خوش آمد میگم به همه شما تشریف آوردین تو این جلسه. من نکتم شاید به این جلسه مربوطه و شایدم نه، ولی نکته ای که در مورد یه سوگوری میخواستم بگم، خب میدونین که به هر حال توضیحات خیلی زیادی داده شد سر اتفاقاتی که افتاد. به هر حال زن زندگی آزادی و تظاهراتی که به هر حال در یک سال گذشته صورت گرفت اتفاقات مهمی بود، منتها خب خیلی معلوم بود که جمهوری اسلامی سرکوب میکنه، یعنی از اولم معلوم بود که سرکوب میکنه. اون گستردگی که مثلا داشت الان دیگه نداره. من یک گروهی الان داریم کار میکنیم توی یتوبوری، تقریبا بنای یک ائتلاف اسمشو ببری، یک گروهی از آدمهای متفاوت با گرایشات متفاوت دور هم جمع شدیم، داریم کم کم راه میاندازیم که توی این یتوبوری دوباره این اعتراضات شکل بگیره. و من همتون رو دعوت میکنم به دخالت، به همکاری، به شرکت در این تظاهرات ها. امروز هم قبل از اینکه بیایم اینجا گرد همایی داشتیم تو مرکز شهر، خیلی هم جالب بود و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. هرچند تعداد کم بود ولی به نظر من خیلی اکسیون خیلی خوبی بود. من فکر میکنم که ما نباید
نباید زانو بزنیم، نباید مثلا ناامید بشیم، باید این امیدها رو دوباره ایجاد کنیم، باید خون دوباره به این رگ ها وارد کنیم، دوباره جاری بشه این فعالیت ها. خیلی مسئله مهمیه راستش. میدونم که یه مقدار برای مردم ایجاد ناامیدی کرده، مثلا کمتر رحمت میگن این همه تظاهرات های بزرگی بود الان دیگه نیست، این یک حالت ناامیدی رو به وجود آورده. ولی اگر مثلا نگاه میکنی که در صحبت سخنرانان هم خیلی اشاره شد، این انقلاب واقعا زنده ترین انقلابی هست تا حال دیدی. هیچ انقلابی توی دنیا اینقدر مدرن، اینقدر زنده، اینقدر مربوط به خواسته های واقعی بشر، خواسته های واقعی و زندگی واقعی امروز بشر، و به ویژه مردم ایران که 45 سال هست این رژیم سرکوبشون میکنه، در زندان نگارشون میداره، اعدام میکنه و هر بلایی که فکرش نمیکنی به سر این مردم آورده، برای اینکه به مردم رو به تمکین بکشونه، برای اینکه یه روز بیشتر حکومت بکنه. من بازم برای اوج گرفتن، برای دوباره پا گرفتن این جنبش، همه تون رو دعوت میکنم که در این اکسیون ها شرکت کنین، در این گروهی که ما تشکیل دادیم همه تون رو دعوت به همکاری میکنم. خیلی ممنونم اگر تونستین. دکتر یونس هم یکی از اون کسایی هست که برحال توی جلسه هم هست، من هستم و بچه های دیگه هستن که الان بعضا تو این جلسه نیستن. خیلی ممنونم که به هر حال امشب تشریف آوردین و از خورنان عزیز هم خسته نباشی میگم. صحبت های بسیار بسیار خوبی بود. بعد از این جلسه رو بیشتر بذاریم و به هر حال خواهش میکنم. خب مرسی از شما. خواستم یه تشکر ویژه هم از بچه های تلویزیون کانال جدید بکنم که این برنامه رو زحمت کشیدن از تلویزیون کانال جدید به طور زنده پخش کردن. خیلی ممنون که اومدین و همگی خسته نباشید. من ترجیح میدم که شما هستین گلا رو تقدیم سخنران عزیزمون بکنم و به افتخارشون یه دست لطفاً. زبانه میزنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه بارها، نه لنگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. زن زندگی آزادی.